دامون گوریز همراه ماست، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، نماینده اتحادیه اروپا و مقام های آمریکایی از بی‌نتیجه بودن مذاکرات قطر خبر میدن، اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته گفتگوهای دوحه مثبت بوده و حتی گفته برای ادامه مذاکرات تا رسیدن به توافق مبتنی بر واقع بینی مصمم هستند. این اختلاف دیدگاه های دو طرف مذاکره در چیست؟ درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز. به نظر میرسه که دوحه واقعا با یه شکستی مواجه شده که حتی برای خود امریکایی ها و اروپایی ها مشخصا شگفت انگیزه و ایرانی ها بنا به سخنانی که تا الان مطرح شده توسط افراد و دیپلمات های ناشناس یا حداقل کسانی که خبرش به بیرون درس کرده، با داده ها و با نوعی تقاضاهایی روی میز گذاشتن که برای امریکا قابل پذیرش نبوده، حتی در چارچوب اون تلاش های اروپا هم نبوده، به معنی اینکه غرب کلن از موضوع پادمان ها، موضوع اختلاف نظر بین تهران و آژانس هسته‌ای گذر کنه، مسئله تضمین دوباره مطرح شده و مسئله اینی که باید تا در نهایت بعد از انتخابات آینده 2024 نوعی تضمین داده بشه توسط آقای بایدن به تهران. همه اینها به دور از اون شاید نقطه نظری بود که اروپایی ها به عنوان میانجی و قطر به عنوان میانجی منطقه‌ای در نظر داشتند که بیشتر برمیگشت به تسلیحات و ابزاری برای بخش اقتصادی و سرمایه گذاری در داخل ایران و از این جهت با نوعی از شکست مواجه شده. حالا مطمئن هستند که شاید با اینکه اظهارات مطرح میشه که خیلی امیدی نیست، ولی شاید بعد از سفر آقای بایدن به منطقه دوباره این مذاکرات رو ادامه بدن. آقای گوریز، چرا همونطور که شما هم اشاره کردید جمهوری اسلامی همچنان روی خواسته های غیر برجامی پافشاری داره، چرا جمهوری اسلامی عجله برای مذاکره نداره؟ اختلاف درون نظام مانع به سرانجام رسیدن مذاکرات میشه، یا اینکه جمهوری اسلامی واقعا نیازی نمیبینه که این توافق رو به سرانجام برسونه؟ خب تا حدودی خانم ملکی، میدونید نفت رو به اندازه کافی میفروشن، حالا شاید کم و بیش به خاطر جنگ اوکراین، و از طرف دیگه هم من اختلاف نظر رو در تهران نمیبینم. بیشتر من فکر میکنم که در سایه جنگی که کرملین بر علیه اوکراین آغاز کرده، در با این هدف که نوعی شاید دو قطبی به وجود بیاره در دنیا، و این دو قطبی هم تا حدودی به وجود اومده در میان کشورهای غربی از یک طرف و آزاد. ما در بیانیه نهایی G7، هفت کشور ثروتمند دنیا که نیمی از ثروت خالص دنیا رو در دست دارن و اغلب هم عضو شورای امنیت هستن، این رو دیدیم که این دو قطبی وجود داره. من مشکل اساسی برنامه هسته ایران رو در عمل گروگان گرفته شدن این توافق و این برنامه توسط هژمونی روسیه میبینم، آقای پوتین میبینم، که اجازه نمیده توافقی بین تهران و غرب به دست بیاد بدون اینکه آقای پوتین بتونه و حکومتش از این منافع خودشون رو تأمین کنن. همون کاری که در سال 2015 هم اتفاقا با برجام انجام دادن. خاطرتون هست آقای ظریف میگفتش که تا دقیقه 90 روزها مخالف توافق برجام بودند. همین جنگ اوکراین هم آقای گوریز برای جمهوری اسلامی منفعتی نداشت، به خاطر اینکه روسیه نفتش رو به چین داره میفروشه با قیمت پایین‌تر، یعنی همون نفتی که ایران داشت به چین میفروخت و بازارش از دست داد. آیا دستاوردی برای ایران داره؟ نه، دستاورد اقتصادی نه برای ملت ایران داره و نه برای ایران، ولی برای جمهوری اسلامی که مهمترین فاکتور بقای خودش رو در حال حاضر محور مقاومت در خارج از مرزهای ایران می‌بینه، به خصوص در سوریه که می‌دونید یه کریدوری هست برای رسوندن تسلیحات و کمک‌های لوجستیکی به جنوب لبنان به حزب الله و از طرفی هم به فلسطینیان به شکل دیگری، همه اینها معطوف به اینه که روسیه کمک کنه یا حداقل گرا نده به اسرائیل برای زدن بیشتر نیروهای جمهوری اسلامی، و در عمل یکی از مهمترین مشکلات اونجاست، به علاوه نفوذی که مقامات روسی در داخل بخش نظامی و حکمرانی و سیاسی ایران دارن که نوعی از روسوفیلی رو میشه بگیم حاکم کرده. این باعث شده که جمهوری اسلامی در یک نگاه راهبردی بیشتر تمایل داشته باشه به همراهی با روسیه و تا حدودی چین تا نزدیکی به امریکا و غرب
و روسیه الان داره از این پوان استفاده میکنه. بله. اگه خاطرتون باشه آقای اولیانوف چند وقت پیش یک نکته خیلی مهمی رو مطرح کرد و اونم این بود که ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست، ولی اگر تحریک بشه شاید به اون سمت حرکت بکنه. شما تصور بکنید که دیپلمات یک کشور دیگری در مورد ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای اینجوری اظهار نظر میکنه، نشان از چه چیزی داره؟ نفوذ عمیق روسیه در تهران. دامنه گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه.